ما بهبود روابط امارات و اسرائیل دو به شاهد افزایش گردشگران یهودی خواهد بود و برخی رستوران ها به تکاپو افتادند تا غذاهای منطبق با آداب شرعی و شیوه پخت و پز کلیمیان تدارک ببینند. امروز سری میزنیم به یکی از این رستوران ها که اخیراً در برج خلیفه دبی باز شده. امروز چه داریم؟ امروز آرانچینی داریم که غذای همه ایتالیاست، به خصوص سمت جنوب ایتالیا. ماهیتابه را داغ میکنیم، کمی روغن زیتون میریزم. وقتی هویج و کرفس و سیر آماده شد، گوشت چرخ کرده را اضافه میکنیم و کمی رب گوجه فرنگی به آن میزنیم و بعد میگذاریم تا حدود 15 دقیقه بپزد. بعد آن را در یخچال میگذاریم، چون برای آرانچینی سس بولونیز سرد لازم است. ممکن است بگویید قاعده خاص تهیه غذای کوشر برای یهودیان چیست؟ خب، اجاق را باید روحانی کلیمی یا ربی روشن کند و ما یک اجاق هوشمند داریم که ربی اپلیکیشنش را دارد. ما از او میخواهیم که اجاق را روشن کند و او هم از راه دور این کار را میکند. پس یک کوشر های تک است. بله. بعد فوندوی گوجه فرنگی را درست میکنیم. نوعی خوراک مدیترانه است. کلن سیر و پیاز و گوجه است. بعد کمی نمک، فلفل و شکر و پودر زیره به آن اضافه میکنم. حاصل کار نوعی مارمالاد گوجه فرنگی میشود. حالا فوندوی گوجه فرنگی آماده است. بعد برنج آربوریه را درست میکنیم و وقتی که برنج کاملا پخت به آن کره گیاهی میزنیم. حالا چرا گیاهی؟ در هر آشپزخانه یا گوشت داریم یا لبنیات. آهان، پس قاعده دیگر طبخ کوشر این است که آشپزخانه گوشت جدا باشد. شبیه ریزوتو است که خیلی پخته باشد. دقیقاً، پس اگر ریزوتو خیلی پخت به جایش آرانچینی درست کنید. وسط کوفته ها را کف دست فشار می دهیم تا بشود داخلشان سس ریخت. پس برنج برای همین باید خوب بپزد تا چسبناک بشود. بله. اول آرانچینی ها را در آرد می غلطانیم، بعد در مایه تخم مرغ و در انتها هم در خرده نان. در انتها کمی مایونز لیمویی رویش می ریزیم و با چند برگ گشنیز زمان را تزئین می کنیم. فقط مانده بخوریمش. بله نوشه جان. این هم از آرانچینی. بسیار بسیار عالیه. ربی لوی داخمن، روحانی یهودیان امارات، هم حالا به جمع ما پیوسته است. ممکن است کمی درباره سنت کوشر و قواعد و آیین‌های مربوط به خوراک آن برای ما توضیح بدهید؟ مجوز کوشر نشانه آن است که همه چیز خوراک از نظر مذهبی تایید شده است. همه چیز از مواد اولیه تا روشن کردن اجاق و طرز پخت و هر چه به اینها مربوط است باید تحت نظارت باشد. این رستوران گلات کوشر خوانده می شود، یعنی معتبرترین گواهی کوشر را دارد. ما با سراشپز فابیان و تیم او همکاری کردیم تا با مواد اولیه تایید شده ای که اینجا در امارات موجود است منوی تهیه کنیم. اولی محموله گوشت کوشر را هم وارد کردیم. اینکه بتوانیم همه مواد اولیه را بیاوریم و تایید کوشر را برای همهشان بگیریم کار سنگینی بود. این رستوران فقط متعلق به جامعه یهودیان نیست، بلکه به کل جامعه امارات و به همه گردشگرانی تعلق دارد که مایلند طعم غذای کوشر را بچشند.